قسمت 44 از شکل اتومبیل صاحب آن را شناختم و وقتی نزدیک شدم فقط کار بود که مرا با خود به منزل مهندس گیموند برد. البته از گیموند فقط نامی مانده بود و خانه در اختیار ما بود. از کار پرسیدم به چه مناسبت این خانه را انتخاب کرده اید؟ به خنده گفت خانه به دوش ما را می گویند که از مکانی به مکان دیگر می رویم و همه اش در پی راه فراری هستیم که از این مهلکه جان به در بریم. بعد اضافه کرد در منزل سابق فقط مستخدم گل نیل مانده و ما اینجا مانده ایم، زیرا این یکی دو روزه چند تن از مأمورین هواک شب و روز خانه را زیر نظر داشتند و فکر می کردند که روزا و فروغ در آنجا هستند و خلاصه این که احتیاط را از دست ندادیم و ترسیدیم مبادا در این دم آخر به تله بیفتیم. مجدداً از کار پرسیدم بالاخره چه باید کرد؟ با این همه دوندگی ها و جان کندن ها که دستمان به هیچ جا نرسید، آیا باز هم در انتظار دستور جدید باید نشست؟ با حال تأثرآوری جواب داد نه، دیگر چه دستوری؟ همه دستورات و گزارشات داده شده است. همین یکی دو روزه از ایران خارج خواهیم شد و فقط در پی راه حلی هستیم که شبکه را از چه طریقی حرکت بدهیم تا از گزند جاسوسان انگلیسی مسون بمانیم. در این موقع جلوی منزل جدید رسیده بودیم. کار با دکمه زنگ کلمه ویر را به حروف تلگراف به داخل زد که به معنای ما می باشد. لحظه بعد در به روی من باز شد. باز کننده در روزا بود که 12 ساعت از جدایی میان من و او می گذشت. از حیات گذشتیم و داخل یک راه رو شدیم و از آنجا داخل یک اتاق که گل نیل مثل کلئوپاترا نشسته بود. او تا چشمش به من افتاد به خنده پر از کنایه گفت خیلی زود از مأموریت اهواز مراجعت کردید. در جوابش فقط سری تکان دادم و نشستم. پس از احوال پرسی موضوع اصلی که نقشه فرار از ایران بود مطرح شد. کار عقیده داشت که به 2 دسته تقسیم شویم و محل ملاقات کنار مجسمه آتاتورک در آنکارا باشد. به این نشانی که هر کدام زودتر به آنکارا رسیدیم، هر شب ساعت 7 تا 7:30 در اطراف محل معهود قدم بزنیم تا دسته دوم برسد. در همان شب تصمیم گرفته شد و کار به اتفاق روزا حرکت کند، چون او عربی را خیلی خوب می دانست و گل نیل هم به سمت مترجم با من هم سفر بود. وقتی کارل این پیشنهاد را کرد و گل نیل پذیرفت، از خوشحالی دلم قنج می زد و ساعت حرکت را آرزو می کردم. از چشمان این دختر مصری پیدا بود که از روی میل قبول همسفری با من را کرده است. نگاه های عمیق و نافذش خیلی وعده ها می داد. با این خبر خوش همه چیز را از یادم برد تا اینکه روزا وارد اتاق شد و ناگهان به یاد فروغ زن شرعی گم شده ام افتادم. رو کردم به کار و سراغ او را گرفتم. او هم بی اینکه جوابی به من بدهد با سر اشاره به گل نیل کرد که از اول هم چشم به دهان من دوخته بود. وقتی متوجه او شدم با قیافه‌ای که می گفت تقصیر از من نیست جواب داد فروغ هر کجا هست از اینجا امن‌تر و راحت‌تر است. قانع نشدم و توضیح بیشتری می خواستم، ولی گل نیل آدم یک دنده‌ای بود و هرچه می گفت دیگر در اطرافش توضیحی حاضر نبود بدهد. اما کار از او نرمتر بود. با
با زبان نرم و ملایمی گفت: مطمئن باش، فروغ در ایران نیست و او را به خارج فرستادیم، چون نگهداری او در اینجا علاوه بر اینکه جان خودش را به خطر می انداخت، برای ما هم تولید زحمت می کرد. بعد گل نیل دنباله سخن او را گرفت و گفت: گو اینکه جان او و امثال او برای ما ارزشی ندارد، ولی فقط به خاطر تو او را به خارج پرت کردیم. همسفر او دلما بود. دلما یادم آمد، او از مهندسین اعزامی آلمان به ایران بود که در کارخانه های دولتی کار می کرد و فقط یک بار او را در کمپانی ویلی شنل و یک شب هم در یک ضیافت دیده بودم. او چطور با فروغ رفته است؟ فروغ بدبخت معلوم نیست الان کجاست و چه کار می کند. بیچاره پدر و مادر خوانده اش. به کار گفتم: این مدت به پدر مادر او کاغذ ساختگی هم نفرستاده اید؟ خندید و گفت: خیلی جوش میزنی. قبل از عزیمت واداشتم تا فروغ کاغذی به پدر و مادرش نوشت و در آن از زندگی خود در آلمان توضیح داد که به دسته پرستاران سربازان زخمی ملحق شده و به پشت جبهه جنگ اعزام شده است. کارل اضافه کرد: با این نامه خیال آنها را تا اندازه‌ای راحت کرده ایم که زندگی دخترخواندهشان میان مرگ و زندگی قرار دارد، که اگر روزی خبر مرگ او را نوشتیم، زندگی گذشتهش را در نظر داشته باشند و بر مرگ او زیاد غصه نخورند. کنجکاوی درباره فروغ را تا همینجا کافی دانستم، چون بیش از این آنها چیزی به من نمی گفتند و اسرار زندگی فروغ را پس از خروج از ایران در اروپا به دست آوردم و حتی خود او را در برلن دیدم. اما چه فروغی و چه زندگی دردناکی! به هر حال نزدیک به نیمه شب بود که زنگ در کلمه آختونوک را به شکل تلگراف به صدا درآورد. آختونوک به زبان فارسی خبردار است، رمز آشنایی که تمام شد. کار به روزا اشاره کرد و او به عجله برای باز کردن در رفت و بلا فاصله با مرد بلند قد لاغرندامی مراجعه کرد. همراه او یک جعبه فلزی بود. مرد لاغرندام جعبه را روی میز جلوی کار گذاشت و نامه‌ای هم از جیبش درآورد و به دست او داد. کار به سرعت نامه را گشود و با قیافه جدی نگاهی به نامه انداخت و سپس آن را بر روی شعله شمع گرفت و از مندرجات آن فقط خود او مطلع شد. کار نامه را سوزاند و با از بین بردن خاکستر آن به سروخت جعبه فلزی رفت و اشاره به مرد لاغرندام کرد تا او با رمزی که می داند در جعبه را باز کند. مرد لاغر با عملیاتی که روی جعبه انجام داد در جعبه را باز کرد. داخل جعبه مقدار زیادی اوراق محرمانه و سری سفارت بود که بایستی به دست ما از بین برود و نشانه ای از آن باقی نماند. من و کار دو نفری جعبه فلزی را از اتاق خارج کردیم و به داخل زیر زمین رفتیم و از دنبال ما گل نیل و روزا و همان مرد ناشناسی که برای همه ما ناشناس بود و فقط با رمز به ما محرم شده بود وارد زیر زمین شدند. به دستور کار به سرعت وسایل از بین بردن اسناد محرمانه سفارت به وسیله سوزاندن فراهم شد. این وسایل عبارت از کوره‌ای بود که قبلاً تهیه دیده بودند و اوراق صندوق فلزی یکی یکی بیرون می آمد و داخل کوره می رفت و خوب که مطمئن می شدیم خاکستر شده، سند دیگری را می سوزاندیم. این کار مدت چند ساعت طول کشید و در پایان خود کوره به شکل غیر قابل استفاده‌ای درآمد و اجزای از هم باز شده آن
به داخل جعبه فلزی گذاشته شد و جعبه تحویل مرد لاغرندام گردید که فوراً از منزل خارج شود. او که رفت کار نفس راحتی کشید و گفت حالا دست و بالم برای هر کار دیگری باز است. بعد خودش اضافه کرد افسوس که باید جلو پلاس را جمع کرد و رفت. دنباله کلام او را من گرفتم و گفتم این جمع کردن جلو پلاس میبایست پس از خاتمه مأموریت بغداد انجام شده باشد، منتها امید و اعتماد به دستگاه ما را به مبارزه وامی داشت. از کار پرسیدم از شبکه جاسوسی ما چه کسی در ایران باقی میماند؟ در جواب گفت جز ما 4 نفر و یکی 2 نفر دیگر که امروز صبح از تهران به قصد خروج از ایران حرکت کرده اند، مأمور دیگری وجود ندارد و دستور رسیده است که همه باید ایران را ترک کنند و تشکیلات جاسوسی بعد از ما به دست عده‌ای سپرده شده است که پس از اشغال ایران وارد این کشور می شوند و مأموریت های آنها شکل دیگری دارد که من از نوع آن کاملا بی اطلاع هستم و حتی مسئولین شبکه بعدی را هم نمی شناسم و این اطلاعات مختصر را نیز از تلگراف رمزی که امروز صبح به دستم رسید به شما دادم و بیش از این هم چیزی نمی دانم. کار مطلب را عوض کرد و گفت شنبه ساعت 11 گذرنامه همه ما حاضر می شود و بلا فاصله باید حرکت کرد و برای این کار 2 دستگاه از ماشین های سفارت نیز در اختیار ما قرار دارد و هیچ گونه تشویشی نباید داشته باشیم. صبح شنبه اول شهریور ماه 1320 کار به من دستور داد که برای گرفتن گذرنامه خودم و گل نیل به سفارت ژاپن بروم و خودش برای گرفتن گذرنامه به سفارت ایتالیا رفت. چون تماس با سفارت آلمان قطع شده بود و علاوه بر آن برای ما عواقب بدی داشت، زیرا ما می‌خواستیم بی سر و صدا از ایران خارج شویم. به دستور کار و نشانی که داده بود به سفارت ژاپن رفتم و با آقای جیکانا که در شعبه سیاسی کار می کرد و تا آن روز چشمم به جمال ایشان نیفتاده بود تماس گرفتم. این آقای قد کوتاه ژاپنی پس از اینکه مرا شناخت، بدون اینکه اجازه نشستن به من بدهد و یا احوال پرسی بکند، از کشوی میزش پاکت کوچک سر به مهری بیرون آورد و به دستم داد و با قیافه عبوسی گفت امشب بین ساعت 10 تا 11 به کافه قرنفل در خیابان لاله‌زار بروید و بین این 2 ساعت مرد کوتاه قدی که کت و شلوار سفید با پاپیون شیکی به تن دارد، در حالی که کلاه حصیری سفید رنگی را در دست چپ گرفته وارد کافه می شود و انتظار شخصی را می کشد، به او نزدیک شده و آهسته بگویید شما از توکیو می آیید و این جمله را باید به زبان فرانسه ادا کنید و او در جواب شما قوطی سیگارش را باز می کند و در داخل قوطی سیگار روی یک تکه کاغذ به زبان آلمانی نوشته است به دنبال من خارج شوید. آقای چیکانا با همان قیافه عبوس و اخمو اضافه کرد مشخصات و عکس شما به شخص ناشناس داده شده و سعی کنید که بین ساعت 10 تا 11 در کافه باشید. جیکانا از جیب جلیقه‌اش انگشتر را که روی آن حرف جی به ژاپنی دیده می شود بیرون آورد و به دستم داد و گفت این انگشتر را به دست چپ بکنید. وقتی وارد کافه شدید و شخص ناشناسی را شناختید و پس از ادای جمله شما از توکیو می آیید، به طریقی که می دانید انگشتر را به او نشان دهید تا او خود را معرفی کند و رمز مخصوص را نشان دهد. جیکانا مرا مرخص کرد و دستور دیگری نداد. از سفارت ژاپن
بدون توقف در نقطه مستقیماً به منزل گیموند رفتم. کار و گل نیر و روزا هر سه نشسته بودند و تا چشم کار به من افتاد پرسید چه کردی؟ در جواب او فقط گفتم تا ساعت 12 امشب تکلیف ما معلوم می شود. او هم چیز دیگری از من نپرسید و به طور محرمانه به ما اظهار داشت فعالیت دولت آلمان برای جلوگیری از اشغال ایران تا ساعت 12 دیشب منفی بوده است و واسطه این فعالیت ها یک مقام مؤثر سوئدی است که با دولت انگلیس به طور خصوصی و محرمانه مذاکراتی نموده که از ورود به ایران و تشریک مساعی با دولت شوروی خودداری نمایند تا در عوض آلمان پیشروی در شمال آفریقا را متوقف سازد. ولی انگلیسی ها با این امتیاز حاضر نیستند از نقشه اشغالی خود صرف نظر کنند و امتیازات بیشتری می خواهند که برای دولت آلمان مقدور نیست. کار در پایان اطلاع داد که آخرین مذاکرات امشب صورت می گیرد و روزنه امیدی هم در آن دیده نمی شود. تمام کوشش آلمان برای این است که مانع از ورود قوای انگلیس به ایران شود تا روزها هم از اشغال ایران منصرف شوند و یا اگر انگلیسی ها در برابر تقاضای آلمان توقعات زیادی دارند که انجام آن برای دولت آلمان گران تمام می شود که یکی از آنها تخلیه جزیره کرت است، کار بیش از این اسرار برلن استکهلم را فاش نساخت و شاید هم اطلاعات او در همین حدود بود. به هر حال من از ملاقات با مرد کوتاه قد ناشناس که آقای جیکانا در سفارت ژاپن مشخصات او را به من داده بود و این همه تلاش ها برای به دست آوردن گذرنامه خروج از ایران بود در گزارشم به کار همه را نگفتم، بلکه به او و سایرین وعده نیمه شب را دادم و تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ ماموری حق ندارد گزارش های نیمه تمام و نیمه کاره بدون نتیجه را بدهد. ولی کار ارباب کل در ایران کاملا در جریان قرار داشت. روی دستوری که جیکانا داده بود سر ساعت 10 وارد کافه قرنفل شدم. اکثر میزها اشغال شده بود و من نزدیک به در ورودی میزی را اشغال کردم و چهار چشمی زنان و مردانی را که وارد کافه می شدند از سر تا پا برانداز می کردم تا شخص ناشناس را میان آنها پیدا کنم. ساعت از 10:30 گذشت و یک روب به ساعت 11 مانده بود که مرد قد کوتاهی که از چشمان تنگ و گونه های برامده اش معلوم بود ژاپنیست با کت و شلوار سفید و پاپیون مشکی در حالی که کلاه حصیری سفیدی را در دست چپش گرفته بود و مثل پاندول ساعت آن را تکان می داد وارد کافه شد. وسط کافه ایستاد و اطراف را نگاهی کرد و سپس به طرف یک میز خالی به راه افتاد. من فوراً از جایم بلند شدم و سر راه او ایستادم. همین که مرد قد کوتاه به من رسید و خواست خود را کنار بکشد، من ابتدا به ساکن به زبان فرانسه از او پرسیدم شما از توکیو می آیید؟ به مجرد اینکه این سوال را از او کردم به سرعت دست چپ خود را بالا گرفتم و انگشتر جیکانا را که به انگشت کرده بودم جلوی چشمانش گرفتم. این کار به قدری سریع انجام گرفت که مرد کوتاه قد تا چند لحظه چشمان تنگش را از من بر نداشت و خوب که در چشمان یکدیگر نگاه کردیم او از جیب کتش قوطی سیگاری را که کار اصفهان بود بیرون آورد و درش را باز کرد و داخل قوطی را به من نشان داد. روی یک تکه کاغذ بی‌قواره جمله به دنبال من خارج شوید به آلمانی نوشته بود.
در یک چشم بر هم زدن اجازه داد که من به داخل قوطی سیگار نگاه کنم و بلا فاصله در جیبش گذاشت و لحظه بعد به طرف در خروجی کافه رفت. من هم فوراً حساب میز را دادم و از دنبال او به راه افتادم. جلوی در کافه او سوار اتومبیلش شد و من هم از در دیگر سوار اتومبیل او شدم و بلا فاصله چند دقیقه از خیابان امیریه به طرف اتومبیل در میدان جلوی ایستگاه راه آهن چرخی خورد و مجدداً وارد خیابان امیریه شد و نرسیده به چهار راه ماه سلطان زیر درخت‌های چنار در گوشه‌ای نگه داشت و پاکت لاکومور شده ای را که جیکانا به من داده بود مطالبه کرد. پس از گرفتن پاکت دست به جیب برد و دو جلد گذرنامه بیرون آورد و به دست من داد. من هم انگشتر جیکانا را تحویلش دادم. مرد کوتاه قد مجدداً تکه کاغذی را از جیبش بیرون آورد و به دست من داد که نوشته بود فوراً از ماشین خارج شوید. بی اینکه کلام دیگری بین ما رد و بدل شود فوراً در ماشین را باز کردم و فقط به آلمانی به او گفتم خدا حافظ و به سرعت از آنجا دور شدم. ساعت 11:30 بود که من با قدم‌های تند پیاده رو سمت چپ خیابان امیریه را بالا می‌رفتم تا بلکه یک درشکه یا اتوبوسی پیدا کنم. با پای پیاده تا اول خیابان البرز که نزدیک چهار راه پهلوی است آمدم و در آنجا توانستم یک ماشین سواری کرایه که از خیابان البرز وارد خیابان امیریه می شد پیدا کنم تا مرا به محلی که دلخواهم بود برساند. چند قدم مانده به منزل گیمووند از اتومبیل کرایه‌ای پیاده شدم و آهسته به طرف خانه‌ای که چند نفر انتظار مرا می کشیدند به راه افتادم. اما هنوز جلوی در منزل نرسیده بودم که صدای پای زنی از پشت سر به گوشم خورد که ریز و تون مثل اینکه شتاب دارد خود را به نقطه‌ای برساند. هر دم آهنگ رفتنش تندتر می شد ولی من همچنان سر خود را بر نمی گرداندم، زیرا می ترسیدم در آن موقع که دو جلد گذرنامه در جیب داشتم و دقایق باریکی را می رفتم که به پایان برسانم با یک نگاه به خانومی که از عقب می آمد عده‌ای را بکشتن دهم، چون سر کار ما کاملا معلوم بود که با چه اشخاصی است. به جلوی در منزل رسیدم و همین که دستم را به طرف دکمه زنگ بلند کردم صدای پای زن ناشناس قطع شد. باز من بر نگشتم که ببینم صاحب صدا چطور شد، ولی در همین موقع دستی که دستکش سفیدی آن را پوشانده بود مچ دست مرا گرفت و من در حیرت فوق‌العاده‌ای فرو رفتم. صاحب صدا گل نیل بود که می گفت نزدیک به یک ساعت است که در اطراف این منزل به انتظار رسیدن تو بالا و پایین می روم. زود باش، عجله کن، ماشین حاضر است. پرسیدم پس کار و روزا کجا هستند؟ جواب داد نیم ساعت است که از تهران خارج شده اند و خانه را هم چند ساعت است به صاحبانش تحویل داده ایم و فقط من ماندم و تو؟ گل نیل چراغ دستی کوچکی را از کیفش بیرون آورد و به طرفی از خیابان دوبار روشن خاموش کرد و بلا فاصله اتومبیلی به طرف ما آمد و جلوی پای ما ترمز کرد و مرد قد کوتاه عربی که پیش خدمت مخصوص گل نیل بود از اتومبیل خارج شد و در اتومبیل را برای ما باز کرد و مجدداً پشت فرمان نشست و مقدرات ما را در دست گرفت و به فاصله چند دقیقه ما تهران را پشت سر گذاشتیم و به طرف کرمانشاه می رفتیم. بین راه گل نیل گفت مذاکرات کونیک اشتاین به نتیجه نرسید و در آفتاب روز دوشنبه در ایران رنگ خون دیده می شود، زیرا انگلیسی ها حاضر نشدند که به درخواست آلمان توجهی بکنند و در اشغال ایران اصرار دارند و ما باید تا قبل از غروب فردا آن طرف مرز باشیم.
بین راه تهران تا کرمانشاه تازه قابل اهمیتی رخ نداد. در اینجا مأموریت من در تهران خاتمه می‌یابد و در قسمت دوم این یادداشت‌ها از مأموریت‌های مهیج‌تر و خطرناک‌تر جاسوسی‌ام در اروپا خواهم نوشت که با وقایع بین‌المللی ارتباط دارد و حتی گوشه‌ای از اعترافات باروخ خائن و مجازات او که خود ناظر بودم به چه شکل صورت گرفت. دنباله این یادداشت‌ها تا آخرین روزهای سقوط آلمان ادامه دارد، تا صحنه‌های زندگی یک ملت جنگجو و مغلوب که دنیایی را به لرزه انداخته بود برای شما مجسم شود. ساعت 6 عصر روز یکشنبه دوم شهریور ماه 1320 وقتی از قصر شیرین خارج می شدیم، گلنیر در حالی که دست مرا در دست داشت به خنده گفت: با ایران خداحافظی بکن، شاید این آخرین دیدار باشد. این حرف گلنیر درست حکم سطل آب سردی داشت که بی خبر بر سرم ریخته باشند، طوری حالم را دگرگون ساخت که لحظه بعد قطرات درشت اشک از گوشه چشمم سرازیر شد. اما وقتی دست های لطیف گل نیل را بر گونه خود حس کردم و او مرا با لطف و مهربانی نوازش داد، همه چیز فراموشم شد و به خاطر عشقی که از او در دل داشتم با امیدواری کامل به آینده و با خوشبینی بیشتری خاک وطن را پشت سر گذاشتم و به عشق گل نیل دلخوشی داشتم تا پایان این عشق به کجا بکشد. در اینجا قسمت دوم این یادداشت‌ها که شورانگیزترین و پرهیجان‌ترین قسمت یادداشت‌های یک جوان ایرانی و شامل شرح عشق‌بازی‌های او با یک جاسوس آلمانی است و نویسنده آن را مسافرت در تاریکی نام نهاده است، نقل می‌شود. آفتاب روز یک شنبه دوم شهریور 1320 می رفت تا در پشت کوههای مرزی ایران و عراق غروب کند که ماشین حامل ما از گمرک قصر شیرین خارج شد و به طرف خانقین به راه افتاد. آفتاب قرمز رنگ طرف غروب آن روز اثر دیگری داشت و با اینکه تابلو زیبایی را به وجود آورده بود، اما من و گل نیل که می دانستیم آخرین آفتاب استقلال و عظمت ایران دارد غروب می کند، با به خاطر آوردن آنچه که فردای بامداد قرار بود روی دهد بر خود می لرزیدیم. عبور ما از مرز به سختی انجام می گرفت و در هر چند کیلومتر مأمورین نظامی از ما گذرنامه می خواستند و با اینکه گذرنامه قلابی ما جایی هیچ گونه شک و تردیدی نداشت، باز متوحش بودیم، تا زیرا می دانستیم از خانقین به آن طرف جاده های نظامی و یک جبهه تهاجمی درست شده است. وقتی از کرمانشاه خارج شدیم، جنب و جوش بی سابقه‌ای در مرزهای ایران می دیدیم. عبور و مرور از جاده‌های عمومی که حالا نظامی شده بود به سختی انجام می گرفت، به طوری که بیم آن داشتیم که جاسوسان انگلیسی ما را به تله بیندازند. این کار خیلی ساده انجام می شد، یعنی فقط کافی بود که در یکی از پاسگاه‌ها مختصر سوء ظنی به ما پیدا کنند و بلا فاصله دستور بازداشت ما را بدهند. پایان قسمت 44.